خب من توی این بخش میخواستم نحوه طراحی آزمایش های تروپوت رو کلا بگم و دیدم که خب به درد ما نمیخوره توی ایران. بعد کلا در مورد نحوه طراحی آزمایش میگم، شاید بیشتر در پزشکی ها بخوره تا مثلا ژنومیک کارا و ژنتیک کارا و اینها، مگر اینکه حالا در حد طراحی آزمایش هم بخوان کار کنن، یعنی فقط تحلیل داد و نمیدونم اینها نباشه. چه های تروپوت بخواد که لو تروپوت نتایجش تقریبا مشخصه، یعنی منظوری که تقریبا قابل انجام و به دست آوردن و نیاز به تحلیل داده نداره، یعنی از سایدی که من به عنوان مثلا کسی که مثلا آمار کار میکنه میتونم بگم در های تروپوته، در لو تروپوت تخصص من زمان نیاز به تحلیل داده عجیب غریبی هم نداره. خب یکی از میخوام با این کد شروع کنم از آقای فیشر که واقعا از بزرگان این فیلده. این جمله خیلی جمله مهمیه، میگه که اینکه شما بعد از اینکه یه آزمایش رو انجام دادین برین سراغ آماردان، مثل این میمونه که شما مثلا یک مرده دارین و حالا میبرینش پیش پزشک میگین این چرا مرده، خب و بهش دردم نمیخوره. خب بنابراین حرف اینه که شما هر وقت که میخواین یک آزمایش رو طراحی کنین، حالا مثلا آزمایش های تروپوت، ببینین که اول چه سوالی داری و این سوالتون چجوری میتونه با تحلیل داده جواب داده بشه. خب یعنی پیش نیازاشو ببینید. بذارین برای اینکه ملموس بشه یه دونه مثال از همین پرسشنامه مردم یزد بزنم. خب چیزی که عزیزان اومدن انجام دادن اولش این بوده که گفتن ما یه دیتایی داشته باشیم که کلی سوال داشته باشه، بنابراین کلی فیچر رو داریم اندازه‌گیری می‌کنیم. خب این خیلی خوبه، یعنی انواع و اقسام فیچرها رو اومدن اندازه‌گیری کردن. اومدن گفتن که خیلی هم با دقت این کارو کردن، یعنی اینترویو کردن، بعد خیلی دقت کردن که مثلا از همه مناطق تقریبا یه تعداد سامپل بردارن مثلا توی از و خیلی چیزای دیگه. بعد اومدن از 10000 نفر هم سامپل گرفتن، برای تعدادش هم خوبه. اما همچنان این خیلی کمک کننده ما نیست. چرا؟ چون که مثلا سامپل های ریر خیلی کمن توش، مثلا کسایی که آلزایمر دارن اتفاقا اون فیچرهایی که خیلی برای ما بولد، یعنی این جامعه خیلی یک نواخته، اون فیچرهای کاندیشن ها که برای ما خیلی بولده این خیلی توش کمه. مثلا نمیدونم سرطان، مثلا کسی که سرطان پوست دارن سوالی هست در مورد سرطان پوست، ولی دو سه نفر جمع شدن. غالبا وقتی سوالی در مورد سرطان پوست گذاشتن هدف این بوده که چیزهایی رو پیدا کنن که با سرطان پوست در ارتباط بود، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که کلاً دو سه نفر هستن که سرطان پوست دارن تو کل جهان. بنابراین بدون اینکه فکر بشه به این که خب اصلا این سوالی که ما گذاشتیم قرار چجوری تحلیل بشه، چجوری جواب داده بشه بهش، اومدن این سوالو طراحی کردن. البته خب اون موقع که اومدن این کارو کردن کلا می‌خواستن یه اسسمنت از سلامت داشته باشن ها، ولی اگر به این جنبه فکر می‌کردن که قراره که بعداً چجوری آنالیز بشه و هر کدوم از این سوالا قراره چه نتیجه‌ای در بر داشته باشه، این اتفاق نمی‌افتاد. و این با مشورت کردن با یه سری آماردار نمیاد. بنابراین شما به عنوان پزشکا اگر که میخواین طراحی آزمایش بکنین حتما به آنالیز فکر کنین. حتما به این فکر کنین که من هر میجرمنتی که دارم از جامعه میگیرم، حالا جامعه ممکنه سلول باشه، ممکنه هر چیزی باشه، این چقدر قابل آنالیز کردن. خب مثلا میگم خیلی سوالات مختلفی هست، یا مثلا سوالاتی که خیلی قابل تحلیل نیست، مثلا اینکه مثلا چقدر طول میکشه که شما مثلا شبها بخوابی، این ممکنه واقعا سوال خوبی باشه، ولی مثلا برای تحلیل آماری ساخته نشده، یعنی یک تک سوال خاصه که به شما خیلی اطلاعاتی نمیده. اینکه حالا یه نفر چقدر طول میکشه شبها بخواب بره، شاید اگه مثلا به جای این میومدن تعداد سامپل ها رو بیشتر میکردن تا اینکه مثلا این سوال رو زیاد کنن، چون بالاخره تعداد سوال در تعداد سامپل هایی که میگیرن چه هزینه‌ای که دارن خرج میکنن و وقتی که دارن میذارن. اگر که مثلا به جای حذف این سوال یه تعدادی سامپل اضافه می‌کردن شاید کمک کننده تر و یه همچین چیزی. من الان می‌خوام بیس پرکتیس ها رو در یک تحقیقی که منجر میشه به تحلیل داده و طریق آماری بگم. پس نکته اول اینه که حتما موقع همون تحلیلی که دارین انجام میدین، همون آزمایشی که دارین انجام میدین، به تحلیلش فکر کنین. آیا این گامی که برمی‌دارم اصلا بعداً اینفورمیشنی به من میده یا نمیده.
و نکته‌ای که وجود داره اینه که نکته دیگه که وجود داره، یه پرکتیس خوب دیگه که وجود داره اینه که من در حین اینکه دارم آزمایش انجام میدم هم آنالیز رو انجام بدم و در همون حین شروع کنم به نوشتن مقاله و مستند کردن داستان. چرا؟ چون که بعداً همون ایده هایی که دارم یا ابزرویشن هایی که دارم کلا از خاطرم میره. این خیلی نکته مهمیه که من هر کاری که میکنم داکیومنت کنم. الان اگه ما کدامون رو الان سیو نمیکردیم به شکل آرمارکدان نبود، مثلا تو اسکریپت و اینا بود و به این شکل مستند سازی نمیشد، بعداً خیلی استفاده ازش سخت‌تر میشد. پس پرکتیس دیگه اینه که داکیومنتیشن داشته باشیم. داکیومنتیشن تو اینجا به چه شکلی انجام میشه؟ مثلا با آر چجوری میتونیم انجام بدیم؟ قبلا در مورد آرمارکدان صحبت کردیم. حالا من بیشتر در مورد این صحبت میکنم. یه نمونه از آرمارکدان هایی که قبلا تولید کرده بودم بهتون نشون دادم. الان یه نمونه دیگه میخوام بهتون نشون بدم از همین چیز تکراری. به این کاملا یه فایل آرمارکدان به چه جوری تولید شده. من صرفا اومدم به جای اینکه از اون استایل ساده و اینها استفاده کنم، یک دونه یه خط به این آرمارکدان رو اضافه کردم. بذارین مثلا اینجا کاری که ما کردیم رو یه دونه اضافه کنیم و بعد بیایم اینو تولیدش کنیم. قابل اجرا نیست. ببینید من همون چیزی که اونجا زده بودم کلا با اضافه کردن یه خط دیگه استایل خیلی درست حسابی گرفت و خیلی ترتمیز کد داره میاد و این بعداً به خانایی کد من کمک میکنه. این تیکه تیکه کده و بعد نتایجش هست. بعد تازه میتونم توضیح همین زیر اضافه کنم. میگم دقیقاً یه نمونه از دیگه از آرمارکدان همین اینم هم با آرمارکدان تولید شد. یه سری توضیح. حالا اینجا خیلی کد نداریم، بذاریم مثلا بریم تو ببخشید یه لحظه. ببینید هم فرمول ریاضی میتونه بیاد، هم نمیدونم کلی متن میتونه بیاد، مثلا حتی این کنارش میتونید چیزی بنویسید و بعد کد دارین که خروجیش اومده. صفحه این خروجیش. خب پس کلا آرمارکدان رو خیلی توصیه میکنم در هر تحلیلی دیگه دارین از این بعد حتما از آرمارکدان استفاده. خب یه سوالی پرسید. لاتکو میفهمه. آره کافیه تو دالر بذاری، تو علامت دالر بذاری. آره خلاصه برای داکیومنتیشن حتما از آرمارکدان استفاده کنین. یه چیز دیگه که وجود داره، خب ایده اینه که من هر پروژه‌ای که انجام میدم کدهاشو شیر کنم. این چه کمکی میکنه؟ کمکی که میکنه اینه که نتایجم بعداً خیلی قابل ولیدیشن میشه. یعنی نتایج عددی که تولید کردم، تحلیلی که تولید کردم، بعداً کدهای منو ران میکنن و به همون نتایج میرسن. مثلا الان گیت‌هاب همین یه جایی وجود داره به نام گیت‌هاب که حالا میتونیم بریم یادش بگیریم. الان ما این دفعه وقت نکردیم، در اون ورکشاپ انتهایی میریم سراغش. ولی ببینین من اینجا پروژه‌ام رو دارم، دوباره کد‌هامو دارم، مثلا اینجا برم تو فایل آر، تک تک این فایل‌های آر هم هست، آدم‌ها میتونن بخونن. ضمناً اینجا همه توضیحات رو دادم و کامنت گذاشتم. کدام آدما میتونن بخونن، اجرا کنن و اگه مشکل خوردن اون موقع ولیدیشن کار من میاد زیر سوال. کلاً در ریسرچ های تحلیل داده و آماری امروز اینجوری که همه باید این خیلی اسکپتیکال میشه، خیلی مشکوک میشه که شما کدایتون رو شیر نکنین اینجا. خب پس اینم از کد. مثلا حالا اینجا یه توضیحاتی هم دادیم و اینها برای مردم قابل استفاده است. پس کدها رو هم باید شیر کنیم. یه نکته دیگه داشتن، خب الان پس در مورد این حرف زدیم که آنالیز رو حتما از قبل
بهش فکر کنیم وقتی که داریم طراحی آزمایش میکنیم، یعنی هم دیزاین هم انالیسیس، تحلیل و طراحی با هم. و نکته دوم هم این بودش که داکیومنت کنیم کارامون. داکیومنتیشن اولا که هر کدی که میزنیم رو توی قالبی که بعداً خانه باشه، آدم‌ها بتونن استفاده کنن ازش بیاریم. اگه الان و بعد به درد آموزش هم می‌خوره. مثلا اگر که من الان اینو نوشتم، هر کسی که بخواد تحلیل مثلا دیسک تو انجام بده، خب میتونه بیاد همین کدای منو خط به خط اجرا کنه و هم بفهمه و هم همون نتایجو بگیره. کافیه صرفا دیتا ستاشو عوض کنه. خب مثلا خیلی میگم قابلیت خوبی داره دیگه، مثلا اینتراکتیو، شما به صورت پی دی اف باشه اصلا نمیتونی اینو داشته باشی. این یه دونه آرمارکدانی من خودم تولید کردم. آره باش. خب پس یه پرکتیس دیگه هم اینه که داکیومنت کنیم کارامونو که هم بقیه بتونن استفاده کنن، هم بتونن یاد بگیرن، هم اگر که شک داشتن در مورد نتایجمون خودشون کدا رو ران کنن و نتیجه رو بهش برسن. نکته دیگه اینه که وقتی ما داریم اکسپریمنت های بزرگ طراحی میکنیم و دنبال رسیدن به پی ولیو های معنی داریم، مثلا دنبال اینیم که بتونیم یه فرضی رو رد یا قبول بکنیم، باید تعداد سمپلامون رو به اندازه کافی ببریم زیاد کنیم. خب چرا؟ چون که اگر که تعداد کم باشه اون پی ولیو خیلی پی ولیو کوچیک، یعنی پی ولیو بزرگی میشه و قابل رد کردن یا قبول کردن نیست. کلا هر چقدر که دیتا ما بیشتر باشه، یعنی سمپل‌های ما بیشتر باشن، ما به خیلی معتبرتر تحقیقمون و قوی‌تر میتونیم فرضی که داریم رو، فرض صفرایی که داریم رو رد کنیم و به نتایج جدید برسیم. مثلا اگه این 10,000 تا نبود، این سمپلی که ما داشتیم در دست بود، مثلا اگه 1,000 تا بود، قطعاً خیلی از این نتایجی که داشتیم رو الان نداشتیم. و این رو مدیون اینیم که تعداد سمپل آوردن بالا. آخرین نکته که میخوام بگم نکته در مورد رپلیکیت هاست. این کلن شما رپلیکیت ها چی هن؟ آزمایش هن که دقیقا دوبار تکرار میشه. وقتی که دوباری آزمایش رو تکرار میکنیم ویژگی خوبش چیه؟ یکی خطا کمه، دقیقا یکی این که کنترل میشه. یعنی این که اگر که من دوبار یه آزمایش رو تکرار کنم، خب و نتایج یه آزمایش دقیقاً واحد رو تکرار کنم و نتایج متفاوت بگیرم، نشون میده اندازه‌گیری‌های من اشتباه. خب نشون میده که سیستم حالا میجرمنت من اشتباهه و حالا با یک دقتی میتونه اشتباه باشه. مثلا یه نمونه از چیزایی که خیلی کمک میکنه رپلیکیت داشتن بهش، بچ افکت. کسی با بچ افکت آشناست؟ بچ افکت چیه؟ ببینید من بچ‌های مختلف دارم. خیلی مثال خوبی نیست. مثلا شاید این شکل خوب باشه، این صرفا باشه، من از روی این توضیح نمیدم چون شکل خوبی نیست. ولی نکته که وجود داره اینه که فرض کنی که من یک آزمایشی رو امروز انجام میدم، همین آزمایش رو، یعنی همین شکل آزمایش، نه رو همون سمپل، یه بار دیگه تکرار میکنم، یه بار دیگه تکرار میکنم، یه بار دیگه تکرار میکنم. هر کدوم از این آزمایش‌ها دیتایی که ازش به دست میاد میگن یه بچ، یه گروه. خب و بچ افکت چیه؟ اینه که من با ران‌های مختلف یه تغییری تو نتایجم به وجود میاد. یعنی مثلا چی؟ یعنی مثلا اگر که امروز مثلا دارم یه جین اکسپرشنی میگیرم، خب از یک سری سمپل، فردا همین جین اکسپرشن رو دوباره میگیرم. خب تفاوتی که بین ایناست هم ممکنه به خاطر تفاوت تو سمپلا باشه و هم به خاطر اینکه روز فرق کرده. یعنی فرض کنید مثلا با یه سری باکتری شروع کردم اون اول، بعد این باکتری ها مثلا یه دونه روز مثلا 10 میگیرم، یه دونه روز 11. این بین روز 10 و 11 علاوه بر اینکه خود این سمپلا از اول با هم متفاوت بودن، این تفاوت تو روز 10 و 11 هم برای من مشکل ایجاد می‌کنه. برای این میگم بچ افکت. خب که ممکنه به خاطر چیزای آزمایشگاهی باشه، دستگاه آزمایشگاهی باشه، مثلا دو تا پلتفرم مختلفو دارم استفاده میکنم، یا به خاطر زمان باشه، یا به خاطر
یا به خاطر بایولوژیکال ایفکت باشه واقعا، یعنی مثلا دو تا گروه هم و مثلا این یه کاندیشنه، مثلا یه سری یه سری باکتری هم که یه نوع غذایی رو بهشون دادیم، یه سری یه سری باکتری که یه نوع غذای دیگه بهشون دادیم. بنابراین اینم بچ ایفکت. خب برای اینکه من این بچ‌ها رو با هم مقایسه کنم که ببینم آیا این بچ‌ها تفاوتشون واقعا به خاطر تفاوت بیولوژیکاله یا به خاطر تفاوت مثلا تو روزه یا پلتفرم یا هر چیزی رپلیکیت می‌ذارن، با مقایسه اون رپلیکیت ها به چی میرسم؟ با مقایسه اون رپلیکیت ها میرسم که اگر که این دوتا رپلیکیت با هم برابر بود نتایجشون، یعنی تقریبا نزدیک بود نتایجشون، به این نتیجه میرسم که بچ افکت ندارم. ولی اگر متفاوت بود که حتما متفاوت هست، چون در حال دو بار داریم یه آزمایش انجام میدیم، اگر این متفاوت بود نشون میده که بچ افکت دارم و باید بچ افکت رو ریموف کنم. خب مثلا همین، ببینید ما یه دونه فرض کنین که دو بار یه آزمایش رو انجام دادیم، خب سه تا دسته سلول مثلا فرض کنین که اینا از اینا بیانژن گرفتیم و تو سه بود اینا رو تصویر کردیم، خب این بچه یکمه، این آزمایش اولمه و این آزمایش دومه. خب توی هر کدوم از اینا سه تا دقیقاً سه نوع سل تایپ دارن، خب و توی روز اول و دوم که میگیرم میبینم همچنان این دو اینها با هم فاصله دارن، یعنی همچنان انتظارم این که این گروه که مثلا یه سل تایپ مثلا نوع یکه، دقیقاً تو روز دوم که انجام میدم این دوتا با هم منطبق شن، حداقل نزدیک باشن، ولی میبینم یه فاصله ای دارن. به این فاصله که بیولوژیکال هم نیست، چون اینا اگه تفاوتی بینشون باشه به خاطر سل تایپشون، به این فاصله که بیولوژیکال نیست فقط به خاطر آزمایش میگیم بچ افکت، و هدفمون اینه که این بچ افکت رو ریموو کنیم و در واقع این نو سل تایپ های نزدیک رو بندازیم روی هم دیگه. خب پس رپلیکیت هم خیلی مهمه، یعنی اگر که دارین ران های مختلف تو آزمایشتون دارین، خوبه که حالت تکراری داشته باشه، یعنی دقیقاً یک آزمایشو با همه شرایطو فرض سعی کنین فیکس کنین و دوباره تکرارش بکنین، ببینین که آیا تفاوتی دارن یا نه. اگه تفاوتی نداشتن بچ افکت تقریبا ندارین، ولی اگه تفاوتی داشتن بچ افکت دارین و باید ریمووش کنین. پس اینم از رپلیکیت. پس سه تا پرکتیس یاد گرفتیم، یه دونه اون اول موقع طراحی به تحلیل فکر کنین، نکته دوم داکیومنت کنین که قابل ریپرودوس کردن باشه و قابل یادگیری باشه و قابل رفع شک باشه، یعنی قابل ولیدیشن باشه، و سومیش هم این بودش که اگه داریم یه همچین آزمایش انجام میدیم حتما توش رپلیکیت داشته باشیم. خب منابع رو بگیم. خیلی کثیفه دیگه، دیدیم خود بعد یه سری از این نوشتنی هم از بین رفته، ولی حالا باش سعی میکنم. ببینید این کتاب مادرن استاتیستیکس فور مادرن بیولوژی، حداقل سرفصلایی که خوبه شما بدونین رو داره. خب راستش من خودم که خوندم دیدم میخواستم کلا، آها شما ندارین صفحه رو، من از اینها فصل یک و فصل دو و فصل سه و فصل پنج و فصل شیش رو سعی کردم و یه قسمتی از فصل 13 رو سعی کردم که بگم. همچنان چیزهای دیگه داره مثل مالتی وریت انالیسیس که همون PCA و اینها رو داره توش، نتورک و اینا که مثلا حالا این که نتورک رو چجوری نشون بدیم و مثلا بیانژن نتورک بیانژن شما فرض کنین که چجوری می‌خوام نشون بدیم، اینا رو داره، ایمیج دیتا رو داره که چجوری حالا روش مثلا انوتیت کنیم، مثلا یه جاییشو مثلا چیزی بنویسیم، حالا یکم تحلیلش کنیم و اینا، و سوپروایز لرنینگ رو داره که اینا رو من پوشش ندادم، میتونیم بریم بخونیم. ولی یکم کتاب راستش خیلی خوش ساخت نیست، یعنی من یعنی به نظرم لازم ترین مثال ها رو لزوما نیاورده، ولی خب
یعنی شاید برای کسی که حداقل این مطالب قبلا یه جای دیده باشه مناسبه، ولی همچنان میتونی نگاه بندازی اگه مناسب بود بخونی. خب برای کسایی که این پس از این خب نگاه بندازیم به نظرم به داخل اسلاید حداقل دید و شهود جالبی میده، ولی لزوما میگم همه مطالب پوشش نمیده، ولی چیزایی که بعد بدونین رو برای واقعا مدرن بیولوژی میگه. یه کتابی هست اسمش All of Statistics، من کتاب دارم. این All of Statistics واقعا یک بنیان آماری خوبی میذاره، ولی خیلی ریاضیه. خب من پیشنهادم اینه که حداقل نگاه کنین، یه وقت می‌بینین که تونستین بخونین، مثلا تونستین کنار بیاین یکم سر کله بزنین، ولی واقعا خیلی مطالب خوبی رو پوشش میده. از احتمال شروع میکنه، این رندوم ولیبل رو میگه، اکسپکتیشن رو میگه. حالا این دو فصل 4 و 5ش مثلا خیلی شاید به در شما نخوره. بعد اینجا استیمیشن رو میگه که ما گفتیم، استاتستیکال اینفرنس و این چیزا رو میگه. باز دوباره این بوت استرپ و بی بوت استرپ شاید به درتون نخوره. بعد اینجا ماکسیمم لایکلی هود میگه، هایپوتزیس تستینگ میگه، این ریاضی این داستان رو میگه. من خودم خیلی لذت دارم از این کتاب، این واقعا خیلی خوب پوشش داده. حالا بخونیم، ممکنه که باش بتونیم پیش بریم، یا یعنی اینکه یه کتاب ساده تری بخوام بخونیم، ولی اینو بخونید، این خیلی کتاب اصیل و درست حسابیه. یه کتاب دیگه هست اگه بخواید حالا یکم ریاضیش کمتر باشه، یه کتابی هست به نام آمار و مقدماتی، مال ووناکوت. که این مال نشر دانشگاهیه گمونم. توی شریف آمار رو از روی این درس میدن. این شکلش این شکلی نیست. این کتاب آمار مقدماتی مال ووناکوت و ووناکوته. این کتاب خوبیه، ریاضیش خیلی کمتر از اون قبلیه و همچنان هایپوتزیس همه مطالب رو داره، صرفا در حد کلی و اینها. choosing and using من اینو خودم نخوندم، میگن که اینم کتاب خوبیه. آره اونو میگم، الان صرفا الان دارم آمار رو میگم، آمار احتمال پس از این بعد حالا من اینو بیشتر برای کامپیوتر ساینتیست ها قبلا ایجاد کرده بودم. یه سری سایت، حالا اگه کسی خواست ماشین لرنینگ رو زودتر از ورکشاپ ما یاد بگیره، اینو الان من بزنم یه سری منابع رو میذارم کنار هم باید براتون شه. این یه سری منابع برای بیو انفورماتیشن الان لینک بدم که فایده هم آره همش آخر درست میکنیم شب میذاریم. من سعی میکنم یه توضیح جزئی هم بگم، فقط این آر کوک بوک رو، این خیلی کتاب خوبیه، ولی ببینیم میگم کتاب شاید خیلی براتون ملموس و اینها نباشه، ولی خب میتونیم ببینیم. حالا من خودم اگه باشم میگم که سرفصلی میام، مثلا استرینگا رو من اگه درس ندم برید اینجا و مثلا در مورد استرینگا ببینیم. اینا هم کد رو دارن و هم منبع رو و هم نتیجه رو دارن هم توضیح دارن.
فقط یه سایتی هم امروز کشف کردم بگم بعد دیگه تموم. Data Analysis for Genomics. آها این خیلی اینم خیلی چیز مبحث این خیلی چیزه به درد بخوریه. خب ببینید مثلا اینتروداکشن تو آر داره، بعد همه این چیزایی که من گفتم مثلا داره، برنامه‌نویسی تو آر باز وارد همین مطالبی که من گفتم، بعد ان جی اس انالیسیس و نمیدونم آر ان ای سیک ورک فلو این داستانا هم داره. مثلا ما الان امروز کلاسترینگ از روی این درسه، کلاسترینگ الگوریتمز. خب و این خیلی منبع خوبیه، من اینم حتما براتون میذارم. آها ببین میپرسن که نرم افزار موجود بشه در دامون میخوام. ببین نرم افزارها خوبن خب، ولی شما نرم افزارها برای یک تحلیل سرراست خیلی خوبن، ولی شما دیگه اون موقع در مورد حالتهای خاص اوتلایرها اینکه بتونین یه آزمایش خوب طراحی کنین بعدش اینا دستتون بسته میمونه. برای ما بیسیک رو گفتیم، الان چرا تو ورکشاپ بعدی باز رو بیسیک مثلا تحلیلای دیگه رو میگیم و پیشنهاد اینه که خودتون انجام بدین، چون اونا خیلی ساده سازی های زیادی میکنن، بعد این باعث میشه که کلی از چیزی که شما میتونید به دست بیارین از دست بره. قابل اعتمادن در این حد که مثلا ژن هایی که تفاوت بیان دارن رو که حالا خودتون هم میتونید تو 5-6 خط به دست بیارین مثلا اونا رو بهتون بدن، ولی این که مثلا یه ژن خاص رو دارین مطالعه میکنین، نمیدونم بالا پایین داون استریم آپ استریمش چیه، در مورد این خیلی نمیتونم حرف بزنم. خسته نباشید.